پیشات تو با مصلحت ایام بین همساریم رو داریم. از شیواسار به تموز تا تیشباب. به حدی که در اخا یرمیا نوی میگه کل ردفه ها حسیگوها بین همساریم، که تمام اونانی که دنبال بنی اسرائیل بودن تو چه بنبستی اون رو گیر انداختن؟ بین تنگناها، بین شیواسار به تموز تا تشباب، کل ردفه ها حسیگوها بین همساریم. و ربای موشه واینبرگ ایشون میگفت اگر همین کلمه کل ردفه ها حسیگوها به دو کلمه اونو تبدیل بکنیم میشه کل ردف یا. هر کسی که واقعا دنبال خداونده حسیگ واوه به دست میاره، میرسه، گیر میاره خداوند رو. اتفاقا تو همین سه هفته بین همساریم، بین شیواسار به تموز تا تشباب، پس این ایام در واقع یک ایام همچنین اوجگیری و نزدیکی ما با خداوندم نیز هست. کروتفیا هستیگوا بین همساریم، که اگر از دیدگاه مثبت بهش نگاه بکنیم میبینیم یه موقعیتیه برای بیداری و آمادگی برای الول، برای سلحوت، برای اثر دیمه تشوبا. اگر بتونیم این چند تا میدترم امتحانات قبل از کنکور رو به خوبی پس بکنیم و قبول بشیم، مطمئنن دیگه در دانشگاه سال دیگه ثبت نام میشیم و قبول میشیم. پس کل رتفه ها حسیگو ها به نمیساریم، و چه زخوتیه که خداوند به ما داده که میگه با من در غم من شریک باشید. به حدی که حاخامیم در گمارا میگن کسی که خودشو شریک غم خداوند بدونه برای خرابی به تمیق داشت، زخوت پیدا میکنه که در آبادی به تمیق داشت نیز بتونه شریک باشه. پس یعنی هیچ جای ترس و غمی نداره که باز ایام نوی شروع شد یا سه هفته در پیشه. تازه اومدیم نشستیم با خداوند در سوگ به تمیق داشت، و همین که ما به هفت سامتینگ توشه داریم همدردی و غمخاری خودمون رو با خداوند که خونه خودش به خاطر ما خراب شد و ما فرزندانش رو به گالوت فرستاد نشستیم و با او داریم همدردی میکنیم، این یک حالت روسفیدی و درجه بیشتری از ما در نظر خداوند بالا میبره که در غم من تو شریک هستی. برای تمام هفته های سال خداوند رو در غم خودمون شریک میکنیم و از او طلب کمک میکنیم. تو این سه هفته ما در غم خداوند شریک هستیم. به این همه ساریم ایام بین شیواسار به تموز تا تیشباب. ببینیم اگر بتونیم تو این سه هفته نه فقط از نظر اشک و گریه، از نظر تغییر در خودمون یک لیاقت آبادی به تمیق داشت رو پدید بیاریم، اون موقع است که واقعا این سه هفته رو طبق جوری که یرمیا میگه به ساسون و سیمخا تبدیل خواهیم کرد، که بعد از آبادی به تمیق داشت این ایام میشن بهترین جشن، بهترین موعدی که میتونه برای ما باشه، مظهر ساسون و سیمخا، چون we made it با هم این ایام رو از غم و اندوه به شادی تبدیل کردیم. دقیقا مانند یک فرزندی که میاد و یک لیوانی رو، یک ظرفی رو توی آشپزخونه بعد از اینکه چقدر مادرش پیش گفته بود مواظب باش دست نزن، هنوز میره و بر میداره، تا داره راه میره دستش لیز میخوره میفته و میشکنه. اگر اون بچه فرار کنه بذاره بره و اون مادر یا پدر یا هر کسی تنها جارو دست بگیره و همه اینا رو تمیز بکنه، بیشتر داره به جرم اون بچه بیشتر اضافه میکنه. اما موقعی که وایسه
جارو دست بگیره و همکاری خودشو نشون بده که بخواد تا حدی جبران کار خودشو بکنه که حداقل الان که شکسته زیر دست پای کسی نره و خودش مسئولیتشو قبول میکنه و تا اونجایی که بتونه چه با دست کوچیکش چه با پایش هر جوری که شده جارو دست میگیره و تمیز میکنه، اتفاقا از جرم خودش کم میکنه و اتفاقا یک حالت نزدیکی پدید میاره که we made it، با هم حداقل جمعش کردیم، تمیزش کردیم. همینطور هم ما نذاریم تو این سه هفته فرار کنیم، بذاریم خداوند خودش این آجرهای چوبهای خراب شده به تمیقداشو جمع و جور بکنه و تمیز بکنه. کمک کنیم، احساس مسئولیت به خرج بدیم، جارو دست بگیریم، با میسفوت و حتی با قدوسیتی که میتونیم بیشتر رعایت بکنیم آبادی به تمیقداش رو زودتر بکنیم. حتی اگرم در دوره خودمون در امسال هنوز تغییر نبینیم، مطمئنن که بی تأثیر نخواهد بود و مطمئنن که یک غمی رو از خداوند کم کردیم که حداقل میدونه که ما خودمونم از کرده خودمون پشیمونیم و این خرابی به تمیق داشت برای ما هم هنوز سنگینه. تعریف میکنن در مورد یک راوی که داشت در خیابون رد میشد و دید یک بچه، دختر بچه کوچیکی داره گریه میکنه. میگه چی داره گریه میکنی؟ میگه ما با دوستامون داشتیم قای موشک بازی، هایدنسیک بازی میکردیم. موقعی که نوبت من شد رفتم قایم شدم، هیچ کسی نیومد دنبال من. رو میکنه اون راو به شامعه، میگه خداوندا نزدیک به 2000 ساله که تو رفتی قایم شدی که ما بیایم پیدات بکنیم و هنوز ما حواسمون جای دیگه گرمه و هیچ توجهی به اون نداره. در نتیجه کسی که میاد در این ایام حداقل 3 هفته در سال میاد ببینه خداوند کجاست، از کجا میشه شروع کرد این شیشه خورده ها رو جمع کرد، از یه جایی یک تغییری برای آبادی به تمیق داشت در خودمون پدید بیاریم که بگیم خداوند در قمت شریکم و واقعا وجودت و حضورت و آبادی به تمیق داشت رو در زندگیمون دلتنگ هستیم و خواهانیم. موقعی که ما بتونیم واقعا برای خرابی قصر خداوند به تمیق داشت همچین همتی به خرج بدیم، مطمئنن که خداوند نیز برای آبادی و برجای اولام حوای ما نیز بیشتر قدمی و لطفی خواهد کرد. و این چیزی که در پاراشای این هفته بیلعام هراشا بعد از اینکه خداوند بهش هشدار میده بیدار میشه و میاد بزرگی و عظمت قوم اسرائیل رو این چنین تفسیر میکنه: ما تو و اوهاله خواه یعقوب میشکنوته خواه اسرائیل، چقدر خوب هستن چادرهای تو یعقوب میشکنوته خواه مسکنگه های تو یا میشکان به تمیقداش تو اسرائیل. اخوامی توضیح میدم فرق اوهل که میشه چادر که یه چیز موقته با میشکان که یک چیز ثابته و قوی تره در اینه که موقعی که ما بتونیم اوهل این ایام موقتمون رو به خوبی بتونیم با تو با خوبی که خداونده پیش ببریم، همون یعقوب، همون که معنی پاشنه پا رو میده، پایینی رو میده، میتونه تبدیل بشه به اسرائیل و میتونه تازه اولام حبا رو میتونه میشکن و تخار حتی به تمیقداشمون رو به ما بازگردونه. و به ذرات هشم متو و اوحاله خواه یعقوب میشکن و تخار اسرائیل، به امید آبادی به تمیقداش و قدم مثبت در این امر بالاخره با ایامی که خودمون باعث شدیم سعی میکنیم حلاخوت و قوانین این سه هفته رو با
هم دیگه مرور بکنیم که باز جنبه فقط سوگواری نداشته باشه، جنبه بیداری داشته باشه، که به ذات هشم در آبادی به تمقداش نیز بتونیم شریک باشیم. در هلاخوت میخونیم، هلاخوت بین همسرین، در این سه هفته که ببینیم از کجا شروع میشه. یش نهاگیم شلول عرخ نسوین کلال میوم یودزین به تموز عطی شباب، رسمه که از 17 تموز تا تیشا به آب تا نهم آب در این سه هفته نیسوین، مراسم حبا و نیسوین و شبه براخوت و ازدواج و عروسی رو انجام نمیدن، چون همراه با ساز و پایکوبی و موزیک. شهم یمه بین همیساریم اح منها که سفاردیم و ادود همیزراخ لعرخ نیسوین میود زین به تموز ادروش خودش آب. منها که بعضی از کهیلوت سفارادی و ادود همیزراخ این چنین بوده که هنوز هم از یود زین از 17 تموز تا روش خودش آب مراسم رو انجام میدادن. به نیمنائیم ملیسا ایشان میله روش خودش اد احد شبه، البته هنوز بدون موزیک، فقط نیسوای نیسوین رو انجام میدادن، ولی دیگه از روش خودش آب تا تشابه آب هیچ نوع مراسم خوبایی چه قدوشی و چه نیسوین انجام نمیشه. اخشیخ سورخ افشال حکل اب لحن و اشکنازی میزم به تموز در روش خودش آب، و اگر واقعا احتیاج باشه برادران اشکنازی هم که روی این ایام محمیر هستن سخت میگیرن، میتونن هنوز از 17 تموز تا روش خودش آب اگر لازم باشه، اگر داماد یا عروس دارن در مسافرتی هستن یا چیزی هست که لازمه که حتما ایام انجام بشه، میتونن مراسم قدوشین و نسوین رو انجام بدن، البته بدون موزیک. و منهاگ لهیمانه گم ایمهو بحور شدن لکیم تریا بریویا، و همینطور هم اگر جوانیه که هنوز ازدواج نکرده و میخواد میسوه تریا بریویا رو انجام بده، اگر واقعا لازمه میتونن حتی در این دو هفته هم از 17 تموز داروش خودش آو هنوز این مراسم ازدواج رو انجام بده. حراب توضیح میدن میکار حدین مطال عروخ نسوین به مسایت شباب. از نظر حلقا بعد از تشباب چی؟ میشه مراسم نسوین و ازدواج رو انجام داد؟ از نظر حلقا در مسایت تشباب به معنی اینکه تعنیتشون رو باز کردن روز تشباب نهم آب، میتونن باز نیسوین مراسم ازدواج و یا قدوشین رو انجام بدن. اخ یش مکمات شناگو شلول عروخ و پاو قدوشین بلیل مساید تشباب، اما هستن بعضی از جاها که منهاگشونه که مساید تشباب یعنی تا تشباب براخاشو تعنید باز کردن مراسم خوب پاو یا قدوشین انجام نمیدن. و این یش لستفک شما نهگول اصول انسوین گم بلیر مستوی شبت شباب یش لحمید دوار علیکار حدین لحکل. و اگر طرف شک داره که آیا منهاگش چیه، میتونه اگر لازمه مستوید تشباب هم مراسم قدوشین و نسوین را انجام میده. میدونیم که اشکنازی ها یک مرحله مانند بله برون قبل از
ازدواج بین عروس داماد یا خانواده های طرفین انجام میدن به نام تنائیم که میان شرط و شروط هاشون رو میگذارن. متا لعص و تنائیم گم اخراش خودش آب، این که با هم بشنن و مراسم تنائیم داشته باشن و شرط و شروط هاشون رو خانواده با هم بگذارن، حتی بعد از روش خودش آب هم میشه اخ بلی رکودیم حلو، چون بدون رقص و بدون موزیک دارن نشستن و میخوان یک قراردادهایی با هم ببنن. همه کلیم به شعار یه مد هشنا لشما میتید شیرود و تیش با خود لحشت میدباره کل شینام درخ کلوت روش و حلیلوت یشنایم علمش اسمو خواب شهم ملبیم به کلین نگینا. اونهایی که در بقیه ایام سال، چون حسن ادهی که حتی در طول سال سعی میکنن از سیمها و از شادی خودشون کم بکنن به عنوان خرابی به تمیق داشت، میگه اونهایی که در بقیه ایام سال هنوز به آواز و نوا و موزیک هایی که با شیرین و تیشبه خود با سرود هایی که مدح خداوند همراهشه گوش میدن، تا مادامی که جنبه کلوتروش سبکسری رو نداره یش نمونست ما خو افشه هم ملدیم بکره نگینام، با اینکه با موزیک و با اینسترومنت لوازم موسیقی همراه میتونن در طول سال گوش کنن تا مادامی که مدح و ثنای خداونده و نه جلف بودن و سبکسری. و اب به نگونیم شه این با این میلیم شه ریتش با خود لشمید براق الان نگون میلود کلشمید ارر علی دیزل لعبوده تشمیش لکه. و همینطور هم اگر این موزیک همراه با هیچ نوع شعری و یا گفته‌ای نیست، فقط یک نوای موسیقی که اون رو به یه حالت مدیتیشن، حلوت یا آرامش برای عبادت هشم، عبادت خداوند میاره، اونم میشه. و محمد را تار برخواه بگرزه به شمیه در خطه اول بکرشی مماشش لسه رو کشلو به مکم سیمخا ختم کدومه. و حراب توضیح میدن که اونهایی که محمیر هستن حتی این رو به طریقه ریکوردت ضبط شده گوش میدن، اما موسیقی زنده اگر خلاف کلام هشمه، اگر به سبکسری و به حالت جلف و به حالت دوری از خداوند میاره، یه صد البته که مجاز نیست. و مخصوصا اگر جنبه میسوا منظور سیمهای حتان و کلا نداره. اومیتا لشور شیرود لشوره شیرود و تیش بخود بپی افیلو به میشته یعنی، حتی اگرم با یاین و با لحین همراهه هنوز کسی که خواننده است و مدح و ثنای اشعار حالت مذهبی رو میخونه که مدح خداونده و یا پسوکیمه رو میشه انجام بده. قل صرخ مسوا کگون لسیمها سمیع حتان کلا، موقع که احتیاج هست مانند شاد کردن حتان کلا یا بریت میلا یا پیدیون ابن یا سیون مسیح یا حنوکت بیت که جنبه مسوا داره و یا حخنست سفر تورا مطال خط خیلی هفت کلیشیر من بخیم به حلماید و پوریم. همطورم در ایام پوریم یا حلماید که میسواست که شخص شاد باشه به سمخت به حقیقه به کبار پاشد همین هاگ به مسیبات شل میسواست بشد شل شبات لومر پسوکه تیلی میشیدشیم به نیگون یا فی. و همطورم در خیلی از گرده همایی های میسوا، جشن های میسوا، رسم که با سرودهای مذهبی و با اشعار و پسوکیم تهیلیم سعی میکنن که یک نیگون، یک اشعار زیبا برای سیمها و میسوایی که هست بسرایند به حد حدی که همه بتونن به اون حالت هیت اوره رود و یا هیجان میسوا بیان.
اما اگر قراره که اونها رو به کلوترش سبکسری و یا حالت قدوسیت و ناپاکی و حالت بی فکری بیاره، صد البته که آسور شرک کشه و سه درخ زمن میگن او چل دیوره احبا حرزه آسور به خیل نه گول نگن به حلل براش خودشه و به حقیم. همترم در بعضی از کنیسه ها موقعی که روش خودش حلل میخونن سعی میکنن با یک وسیله موسیقی باشه که مردم بیشتر شادتر میسوا و مته خداوند رو به جا بیارن. به خیل متال و معرب اسم خود پسوکه تنخ به شراب زیمرا، همینطور هم مبتاره که برای سمحات جشنهای شادی هایی که گفتیم که مال میسواز از پسوکیم تنخ استفاده بشه برای مدح و سنای خداوند. اون نگین به هزکرات هشم شه به پسوکیم و بلوت شه یزه به کوبه دروش کاروی. و همینطور هم حتی با اینکه اسم هشم در پسوکیم هست که میگن هشم، هنوز تا مادامی که با احترام به کوود روش با سنگینی داره انجام میشه مجاز که به حالت سبکسری و یا حالت بیبندوباری نمیان. الهم شوررین هم مکلیتیم ات شیره هم به سراتیم و تکلیتیم לרשום על הקלטות שלא ישתם משובעים באיסור על ידי חילול שבת או על ידי שחוק וקלות ראש. אפרודי כקסט מדם בירון, יא חוננדן, יא דיסק, יא אובוזו שונו זפט מקוננו מפרושן, חובה כבן אביסן ראש, כלוטפן דר היום שבת ויום מועד, יום טוב, אז אינו הסטפות נקונן, כמה בודו, باعث حلول شبات توسط شنیدن آوازهای اینها افراد نشد. افل پیش مطار می کند دین لشما بشعار مدشنا شیر کودش هم ملوین به کلی نگینا کنها میکلی هم مکن بیمه از سفیرا و بیمه نمیساریم لشما هم که با اینکه گفتیم بقیه سال هنوز مجازه که به موزیک های و یا اشعاری که با موسیقی همراهه گوش داد که مدح و ثنای خداوند و پسوکیم رو میگن، ولی هنوز در ایام سفیرا اون ایام پسخ تا لگوامه و یا بین همه سالین این سه هفته بین 17 تموز تا تشا و آب یش لهیمانم ملشم آم که حتی با این که پسوکیمی هست که مدح و ثنای خداوند میگه، ولی هنوز اگر با موسیقی نوای موسیقی لوازم موسیقی همراهه اونها رو گوش نمیدن. زمین امروزه الان هستن خوانندگانی که فقط خودشون میخونن، آهنگای پر کردن پخش میکنن که فقط خودشون دارن میخونن، هیچ لوازم موسیقی همراهشون نیست. مثل حزانوت، مثل حالت حزانیمی که پسوکیم تهیلیم یا اشعار تهیلیم رو میگن. افیل و درخ ها رادیو تیپ کدومه، حتی اگرم طرف بخواد ضبط شده گوش کنه اینها رو مجاز نیست در این سفته. اخ به سمحت میسوا هنسید بزمنا، اما موقعی که سیمهای میسواس در زمان خودش مانند میلا و پدیون هبین، موقعی که سعودای میلاست یا پدیون هبین، چون این میسوایی که در زمان خودش داره انجام میشه یا به سعودت حتام کلا به تو شیوعت یمی حبتان، یا مثلا در هفت روز شیوه براخوت حتان و کلا، یا سودای برمیسوا که دقیقا به اون در اون روزی که به میسوت موظف میشه، میشه هنوز با شیره کدش با اشعار پسوکیم تورا که همراه با موسیقی هم حتی هستن گوش داد. چرا؟ چون این جشن یا این
مجلس در با میسوایی که بیزمنا در زمان خودش داره انجام میشه همراهه. گفته مانند بریت میلا که بعد از 8 روز الان موقعشه و دارن میسوای بریت میلا رو انجام میدن، یا پیدیون هبن بعد از 30 روز کامل دارن در روز 31 میسوای پیدیون هبن رو انجام میدن و الاخر که این میسوا در زمان خودش داره انجام میشه. اول این مقدمیم و محرم به میسپر یا میوید سعودت ها برمیسوا، اما اگر دارن زودتر سعودای برمیسوا رو میگیرن، نه روزی که واقعا این 13 سال و 1 روزش میشه، یا دارن دیرتر میگیرن، اوردی 3-4 روز گذشته از اون روز تولدش که 13 سال و 1 روزش شده، این دیگه میسوا بزمنا نیست، در زمان خودش نیست. موقع است که راول احمیر شلوشمیر کلنگینا به سوداز و بیمه به نمیسانگیم که در این ایام تو این نوع جشنهایی که تاریخ خودش نیست، خوبه که از موزیک لوازم موسیقی خودداری کرد. به خیلی مطالعش میکل نگینام به سوداد پیدیون ابلین و به سوداد سیو مسیخ اول به سوداد شوستیم بلایل شلیفنه هم میلا این لحظی نشمان کل نگینام. اما در شب بریت اسحاق که قبل از روز بریت میلا خانواده جمع میشن و ظهر میخونن و یک حالت جشن داره، میگه صد البته که اون موقع نمیتونن، اگر در این 3 هفته واقع شده، لوازم موسیقی و یا نوای موسیقی رو بنوازن، چون این جزء میسوانیست و هرش که نازیم مرگیم لحمه شروع لشمی اکل نگینا بخور سعوده در میسوانه رخ دیوه نمیسوانیم. و اشکنازی ها در تمام این 3 هفته براشون فرقی نداره چه سودای میسوا و غیر میسوا، هنوز هیچ نوع وسیله موسیقی رو استفاده نمی کنه. حالا به دامه میدن که وشیرا بپه که شهید در خدا لشمید براخ بلی کرنه گینا مترمه بیمه نمیساریم و بهم سفرات همه. ولی شیرا سرودی که طرف با دهانش فقط میخونه بدون هیچ وسیله موسیقی و جنبه مدح و ثنای خداوند داره، مثل حزانوت یا تهیلیم، حتی در ایام بنمیسالیم 3 هفته و ایام عمر هم مجازه، چون با دهان وسیله موسیقی همراهش نیست و مدح و سنای خداونده، حتی اگر هم این سرود یا این نوای شادیه. اومیکل شکنش مطار لحشمیه نعیما به تفیلا، و صد البته که در هنگام تفیلا مطاره که شخص لحشمیه با یک نوای نعیما، یک نوای دلنشین حتی شاد توی تفیلا بخواد تفیلاش رو برگزار بکنه. او بیشعت شوسک به تورا، یعنی که در هنگام یادگیری تورا و با طریقه ای که داره یاد میگیره یک نوای رم رو زمزمه میکنه و همراه میکنه، میگه تمام اینها مطاره. او بیفرد به شباتو شبتو خیمه بیرم بساری میبینم سفیرات، و مخصوصا در شبات هایی که ما تو این 3 هفته داریم یا ایام سفیرا داریم، هنوز تفیلا رو با نگون و با حزانت خوندن صد البته که بجاست. و امنام شیرا و په بید لحبود و با لده سیمها ایشان رو بید هم نساریم. اما کسی که میگه شیرا این حالت سرودی که میخونه حتی با په با دهانش با هیجان همراهه و این به یک حالت خوشی میاد، سیمهای میاد که امکان داره که از خود بی خود بشه یا فراموشش بشه که این چه ایامیه، میگه اون رو در این بین هم ساریم چکار کنه؟ خودداری بکنه. به عزت هشم که بتونیم تمام اینا رو به خوبی انجام بدیم و
و این ایام رو به ساسون و سیمها تبدیل بکنیم. برای هاشم لعنت. آمین و آمین.